خب به نام خدا، عرض ادب و احترام. بازی شروع شد. نیروهای باکو حمله کردن به قره‌باغ. بهتون میگم بازی چیه، ولی باید صبر کنیم تا اظهار نظرات بیاد. الان براتون باز میکنم داستان چیه. حمله باکو به قره‌باغ از یک حیثه گرفتن تمامیت قره‌باغ. خب میدونید توی شورای امنیت اون 4 تا بیانیه که اومد، اون نقاط رو اشغالی میدونه. ما دعوامون بر سر قره‌باغ نیست، اما ببینیم میدان چیه و چرا برای ما مهمه. مسئله اول، نیروی باکو میخواد قره‌باغ رو کامل بگیره. مسئله دوم، پاشینیان گفته من ورود نمی کنم، اونجا نقطه کوهستانی، ما ورود نمی کنیم، ارمنستان اونجا نیروی نداره. مسئله سوم، ارمنی آذری های داخل قره‌باغ مثل آرتساخ دارن مقاومت میکنن. جمهوری باکو این نقطه رو خواهد گرفت با درگیری. اما مسئله چیه؟ مسئله اساسی این هستش که آیا ما باید ورود کنیم یا نه. دو تا داستان داریم. داستان اول اینه که تو شورای امنیت اون نقاط برای جمهوری آذربایجان دیده شده و اون نقاط اشغالی هست. آقای پوتین گفت توی در واقع پاشینیان تو نشست بروکسل اونا رو داده، موافقت کرده قره‌باغ مال آذربایجان باشه. تا اینجاش ما کاری نداریم. توی جنگ 2020 هم ما کاری نداشتیم. ما مشکلی با بحث قره‌باغ نداریم. دعوا بر سر نقاطی هستش که باید تعیین تکلیف میشد. ارمنی‌ها برای خودشون میدونن، جمهوری آذربایجان برای خودش میدونه، بین این دو کشور و سازمان ملل اون نقاط رو برای جمهوری آذربایجان میدونه. دعوای ما این نیست. الان حجم بالایی از نیروهای معارض سوری، نیروهای ترکیه، نیروهای جمهوری آذربایجان اونجا. مستشارای سوری هم لابد اونجا، دیگه کلی تسلیحات و تجهیزات این مدت اومده اونجا. خب اینا میان قره‌باغ رو میگیرن. دعوای دو کشوره که از شوروی جدا شدن، بعد از جدا شدن از ایران این دو کشور و نقاط دیگه که از شوروی جدا شدن، هر کدوم یک نقاط مرزی داشتن و سر اونم درگیر شدن. این فقط اینجا نبود، تو گرجستان هم آبخازی ها درگیر بود با گرچا، خیلی جاها این مشکلات بود، دوستی های شمالی، چچن ها، خیلی مسائل زیاد بود. حالا بریم بر اصل ماجرا. در صورت اینکه جمهوری آذربایجان قره‌باغ رو بگیره و ارمنستان ورود نکنه، حالا ما با یک نقطه کوهستانی روبرو هستیم که به طور کامل در اختیار جمهوری آذربایجان گرفته. از بود ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان تسلط کامل پیدا میکنه و میتونه اونجا رو با چیدمان لوجستیک نظامی، پایگاه های نظامی، تقویت بسیار ایدئالی کنه برای حالا درگیری در سیونیک ارمنستان. یعنی این پایان ماجرا نیست. اینا قره‌باغ رو خواهند گرفت، فشار رو ارمنستان تشدید خواهند کرد، ارمنستان هم کریدور رو خواهد پذیرفت، آمریکایی هم حافظ صلح اون کریدور خواهند بود و ماجرا کلا تغییر میکنه. پس مسئله قره‌باغ نیست فقط. ببینید بعد از تموم شدن قره‌باغ دیگه 2020، توافق 2020 و اون 9 ماده‌ای که پوتین و جلو اینا گذاشت میره رو هوا. یعنی چی؟ یعنی آرتساخ نقطه ای بود که ارمنی ها بودن برای اتصالشون با آذربایجان نیاز به گذرگاه لاچین داشتن. آذربایجان اومد اون نقطه رو گرفت تو 2020، گفت اینجا مال منه. نیروهای صلح اومدن اونجا ایستادن این گذرگاه رو بتونن برای گذر انسانی، دارو، غذا در واقع حمایت کنن، جلوی درگیرن بگیرن. خب اگه کل قره‌باغ رو بگیره، چون داره کل قره‌باغ رو میگیره، حمله چون به خانکندی دیگه، همون استپانکرات مرکز قره‌باغ، اگر بگیره دیگه حضور نیروهای صلح روسیه مانعی نیست، بعد برن دیگه اونجا، کاری ندارن که قره‌باغ رو گرفته. پاشینیان هم که گفته من ورود نمیکنم. حالا چند تا مسئله هست. مسئله اول، کل قره‌باغ رو بگیره آذربایجان، حالا با اشراف بیشتر، توان بالاتر میتونه بیاد سراغ سیونیک، در صورتی که کریدور زنگزور رو ارمنستان موافقت نکنه. اگه موافقت کرد که خب نیروهای آمریکایی هم اونجا دیگه 60-70 تا. اگه موافقت نکنه حالا میتونه بیاد سراغ جنوب ارمنستان. ما توی اون مقطع حتما ورود خواهیم کرد جنوب ارمنستان رو بخوام بیان. آیا توی این مقطع هم ورود میکنیم یا نه، من نمیدونم. بعد صبر کنیم اظهارات بیاد. خیلی سریع، 2 ساعت نیست شروع شده و من دارم شما تو جریان کما کیف قرار میدم و پلن های مختلف. اظهارات که بیاد سریع تحلیل بارگذاری خواهم کرد، تحلیل بعدی رو.
مسئله اینجاست که ما به عنوان ایران صبر میکنیم که بریم اونجا زمانی که قره‌باغو داره میگیره، یا صبر میکنیم زمانی که میاد تو سیونیک. حالا بگیم قره‌باغ اصلا خاک جمهوری آذربایجان، خوبه؟ اصلا آرتساخ هم مال جمهوری آذربایجان. مسئله اینجاست که کل قره‌باغ رو همینا بگیرن، برای زنگزور سیونیک خواهن اومد. امروز درگیر نشیم، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه درگیر میشیم توی سیونیک. اما دست بالا رو پیدا میکنن، روسیه نمیتونه ورود کنه، اصلا حقوقی ایران هم نمیتونه الان ورود کنه، بحث حقوقی، چون پاشینیان اونجا رو پذیرفته، خود پاشینیان پذیرفته، اون چهار تا بنده شورای امنیت هم که کمک میکنه به جمهوری آذربایجان. مسئله اینه که عملا الان ما با شکل جدیدی از قفقاز روبرو هستیم که ارمنستان تو محور غربه، آذربایجان، ترکیه هم تو محور غربن، آمریکا رسما وارد شده، اسرائیل هم هست. یعنی شکلی از فضای جغرافیایی که آمریکا هست، ارمنستان هست، ترکیه هست، آذربایجان هست، ژئوپلیتیکش هم حالا تغییر کرده، ایران و روسیه هم دیگه نمیتونن باشن. خب پس ما درگیر خواهیم شد دیگه. حالا الان نه سه ماه دیگه، دو ماه دیگه، بعدش میان سراغ تقویت میکنن اون نقاط رو، تسلیح میکنن، از لحاظ راهبردی خیلی براشون مزیت کوهستانیه، در صورت نبرد با ایران اون نقاط خیلی میتونه بهشون کمک کنه و عملا میتونه یه دست بالای خوبی بهشون بده، نقاط ضعف گسترده ای رو پوشش بدن و خب کار خیلی ساده تر میشه. اونو بعد تو چند جبهه وارد درگیر میشدن، یه جبهه رو کامل به راحتی به حضور ارمنستان که امکان بازی ایران رو هم نمیده، اگر ارمنستان درگیر میشد ایران هم به بهای اون میتونست ورودهایی کنه. حالا مسئله اینجاست، به این الان آقای در واقع وزیر دفاع روسیه پاشت اومده ایران در بالاترین سطح. مسئله اینجاست که روسیه نمیتونه جبهه باز کنه، ایران باید ورود کنه. حالا الان تو بحث قره‌باغ ورود میکنه یا بعدن، اونجا پر نیرو معارض سوری خواهد شد، مستشار اسرائیلی خواهد شد، نیروهای ترکی با لباس نیروهای باکوی اونجا هستن، نیروهای خود باکو هم هستن. ما اونجا نمیتونیم حتی اگه ناتویزه نشه با این شرط ادامه بدیم. این رو باید به مخاطب بدونه. حالا الان نه سه ماه دیگه ما درگیر خواهیم شد. مسئله اینجاست، خب روسیه بیشترین آسیب رو خواهد دید. خیلی ها میگن روسیه پذیرفته، روسیه دیوانه است، مگه به پذیر زنگزور یا حضور آمریکا رو تو حیات خلوت خودشون هم بعد این همه سال؟ بریتانیاش میترسید توی مثلا افغانستان نیروهاشو برد عقب، تو خلال ایجاد شوروی و انقلابیایی که اومده بودن خیلی سعی کرد با اینا روبرو نشه. اولین باره که روسیه واقعا صلاح نیست محور دوم باز کنه، ایران باید باز کنه. اما اگه ایران بخواد این محور رو باز کنه و وارد درگیری بشه، خیلی چیزا تغییر میکنه دیگه. اونجا نمیتونیم صفر و صد بگیم حیات خلوت روسا، همه کار روسا. روسا باید بیان با ما تعیین تکلیف کنن. بعد از شروع این درگیری گوش این غربی ها رو گرفتیم اونجا بیرون کردیم، وضعیت و شکل جدید چی میشه؟ اینجاست که باید بیان در بالاترین سطح با ما گفتگو کنن، اینجاست که باید بیان تعیین تکلیف کنن. خب ما شما این نقش رو به عهده بگیر ایران، شما به اینجا رو در واقع امکان این فرایند و سیاست گذاری غربی، کوریدور زنگزور، ناتویزه کردن، حجم بالای نیروهای غیر بومی اونجا به عنوان نیروهای مسلح وارد کردن، مثل کاری که آقای اردوغان تو لیبی کرد، شما بیا درگیر، شما نمیتونیم. خب ما درگیر شیم، بعد شما میخوای اونجا دوباره شکل قدیم بشینی یا بعد با ما اونجا وارد توافق بشی؟ این نشستی که هست از منظر من در این سطحه. بعد بیان با ما تعیین تکلیف کنن، بعد بیان با ما ببندن که آقا اگر ما قراره بگیریم و شما توانایشو ندارید، صلاح نیست جبهه دوم باز کنید، صلاح نیست با ترکیه روبروی نظامی داشته باشید، حالا فعلا توی اروپا با ناتو درگیرید، حالا ترکیه اما بازی میانه رو به غربش بیشتر تحریک نشه و محور دیگه باز نشه، ایرانی که بعد تو عراق گوشه ترکا رو بگیره، تو سوریه گوششون رو بگیره و توی قفقاز. ببینید ما کی گفتیم این یابوهای تجزیه طلب کرد گورشون رو گم کنن؟ تاریخی که دادیم آخرین 28 بود، آخرین اتمام حجت شد. ما رو دعواسی با هیچ کی نداریم بس سرزمینمون. اون بی شرفایی که میان میگن ایران اینجا رو داد اونجا رو داد، یه مش یابو هن که هیچی نمیفهمن. ایران تو بحث سرزمینیش با هیچ کسی تعارف نداره. به دوستان عراقیمون هم گفتیم اگر اونا رو بیرون نکنید وارد خاک خواهیم شد. الان هم دارن بررسی میکنن ببینن اون یابوهای تجزیه طلب رو بیرون کردن یا نه.
چرا؟ چون میدونستیم دیگه، من که تحلیل گفتم که اینا از چند محور میخوان وارد بشن، اگه اینا رو ما تو این تاریخ بیرون نمیکردیم مثلا هم سالیان مهسا بود، مشخص بود دیگه، این همه سرتیمی که گرفتن، این همه یابویی که تو خاک ایران میخواست کار امنیتی بکنه گوششون رو گرفتن، این همه تسلیحاتی که روشون پرچمای آمریکا بود میومد تو کشور ما چی بود؟ ولی همین بود که از داخل بریزن به هم مرز عراق اون نیروها وارد شن، آذربایجان بره سراغ قره‌باغ کوهستانی، از اون ور وارد سیونیک بشن، تو چند مرز طالبان غلط اضافی کنه، که خب دیدید دیگه چقدر خوشگل ما بازیشون رو به هم زدیم. حالا مسئله اینه، اگه قرار ایران بازی اینا رو به هم بزنه، روس‌ها باید با ما بیبندن، و فکر میکنم در این سطح گفتگوها همینه. آیا ما تو بحث قره‌باغ ورود میکنیم؟ از لحاظ حقوقی نه، از نگاه حقوقی نه، ما ورود نخواهیم کرد. اما یه چیز رو ما میدونیم، بعد از اینکه تمام قره‌باغ رو گرفتن یه اتفاق میفته، اونها اون جغرافیا رو کاملا امنیتی نظامی خواهند بست، کاملا امنیتی نظامیش میکنن و یک دست جغرافیایی بالاتر هم پیدا میکنن، بعد میان سراغ سیونیک. اون موقع باید درگیشیم، یا الان باید درگیشیم یا اون موقع، ولی درگیری ما حتمیه، درگیری ما حتمیه. این که چه تصمیم خواهیم گرفت، منتظر باشید یکی دو تا از نظر بیاد بیرون. اما یه مسئله رو فراموش نکنید، اخباری که داره میاد داخل خاک ارمنستان اینه که مردم به شدت دارن در واقع تحریک میشن در تو با مقابله با آقای پاشینیان. آقای پاشینیان میگه کودتا میخواد رقم بخوره. خب میدونست این اتفاق بیفته، خیلی خیلی بی سر صدا اونجا داره بود که آقای پوتین اومد گفت این داده بابا من کجا بیام، نه رو نمی‌کردن الان به بهانه اینکه خب جمهوری آذربایجان نظامی اومد گرفت ما ورود نکردیم اونجا، کوهستانی نمیتونیم، این جور حرفا اونجا تموم شده و بیچاره مردم ارمنی اونجا که آسیب جدی خواهند دید. اما مسئله اینجاست، امکان به هم ریختن داخل خاک ارمنستان هم بشدت بالاست و محبوبیت آقای پاشینیان افت کرده. حزب آقای پاشینیان تو انتخابات دو سه روز پیش اصلا سقوط چشمگیری داشت تو انتخابات شهرداری ها و شوراها، نتونست حد اکثر رو بگیره. یعنی همین الان انتخابات برگزار شد، پارلمانی و نخست وزیری آقای پاشینیان رای نخواهد آورد با این وضعیت. پس تا زمانی که وقت هست باید این بازی رو انجام بدن. کی ورود خواهیم کرد، منتظر باشید ببینیم اظهار نظرها چیه و شرایط رو ببینیم. پشت سر هم تحلیل خواهم داد، نگران نباشید، و دیدگاهم رو خواهم گفت. ببینیم ایران و روسیه موازهشون چیه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. و آیا ما وارد بحث قره‌باغ میشیم سیونی یا صبر میکنیم برای بحث سیونیک؟ مسئله اینجاست که اگر صبر کنیم اونجا تسلیح بیشتر، نیروهای بیشتر و لوجستیک قوی تری دایر خواهد شد. این رو فراموش نکنید، حجم تسلیحات سنگین تری میاد، ما باید یه دفعه اونجا تنگ تکلیف کنیم. حالا الان نه، سه ماه دیگه، سه ماه دیگه، پنج ماه دیگه، ولی باید با روسا هماهنگ باشیم، ببینیم این هماهنگی و گفتگوهای سطح بالا در بالاترین سطح نظامی امروز به چه نقطه میرسه. با من همراه باشید تا هر ساعت تحلیل براتون بارگذاری خواهم کرد. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.